با درود به آقای جلدی عزیز و در خدمتون هستیم. درود میفرستم بر شما جناب رئیسی، درود میفرستم بر تمام بینندگان عزیز کنکاش شب جمعه و به تمامی همکاران عزیز در شبکه کانال یک. من بهمن جلدی از ونکوور و آقای حشمت رئیسی در برلین با نگاهی دقیق و روشنگرایانه به مسائل مهم ایران از دید دو نسل و با دیدگاه های سیاسی متفاوت اما ایرانگرایانه، هر جمعه شب در ساعت 8:30 شب به وقت تهران از شبکه تلویزیونی کانال یک بر روی ماهواره های یوتلسات و هاتبرد برای شما عزیزان برنامه اجرا میکنیم. بازپخش این برنامه رو شما میتوانید بر روی کانال یوتیوب کانال یک و همچنین کانال یوتیوب آقای رئیسی و من دنبال بکنید. خیلی خوشحالم باز امروز که کنار شما هستم آقای رئیسی. درود بر شما. اتفاقا شروع بحثتون رو با مسئله ایرانگرایی مطرح کردید و همیشه هم تکرار میکنه. الان این پرسش بزرگ این است که این ایرانگرایی چیست؟ چون من مطلب رو از تقریبا 20 سال پیش شروع کردم و دنبال میکنم، برداشت خاص خودم رو دارم، ولی این پرچم هایی که بلند شده به نام ایرانگرایی احساس میکنم یک ایرانگرایی تسلیم طلب در مقابل قدرت های بین المللی، یک جریان ستربند نازا فاقد بنیان های استقلال طلبانه جدی و بویژه در عرصه اندیشه در اینا مشاهده میکنم. و این مسئله رو حدود 20 سال پیش که ما شروع کردیم بر پایه این نظریه بود که در مقابل گفتمان باید گفتمان ایجاد کرد، یعنی گفتمان مسلط، گفتمانی است که گفتمان اسلامگراست، باید گفتمان ایرانگرا رو مطرح کرد. و اساس فکرمون این بود که بنیانی ترین عنصر مورد اختلاف چیست بین اسلامگرایی و ایرانگرایی. خب هر دومون رو عناصر هویتی مشترکاً کار میکنیم، یعنی اگر زبان فارسی هست که تعیین کننده هویت هست، اونام فارسی حرف میزنن، اونام در ترویج زبان فارسی دارن کار میکنن و اشکال گوناگون. خب چه چیزی هست که بنیادن متمایز میکنه؟ در جستجوها به این نتیجه رسیدم که در پس هر ارزشی یه ضد ارزش وجود داره. در حقیقت ارزش به معیارهای گفته میشه که جهان شمول باشه، یعنی وقتی که من میگم متمایزم، این تمایز هویت منو تعیین میکنه، ولی این تمایز به معنای تقابل هم نباید تلقیش کرد، ستیز نباید. من متمایزم، این ویژگی های من، حالا یکی از ویژگی هم زبان فارسی است. اون چیزی که در پیش از اسلام رو با بعد از اسلام متمایز میکنه اینکه چه چیزی در ایرانی ها میتونست برای بشریت عام باشه، جهان شمول باشه. از بد و اسطوره‌هاش که بیان، خرد هست، خرد شهرساز. جمشید نمونه برجسته نخستین انسان اسطوره ما، کش ور جمشید درست میکنه، شهر جمشید. این شهر شهر بیمرگی اسمش میذاره و شهر پناه جان انسان ها و حیوان ها. وقتی که قرار سرمایه عظیم بیاد چیکار میکنه؟ این رو درست میکنه که جان در مسئولیت باشه، جان فرق نمیکنه، مؤمن باشه، دیندار باشه، بی دین باشه، انسان باشه، حیوان باشه،
به همین دلیل خدای ایران خداوند جان و خرد است. با خرد شعر میسازه و حافظ جان هم است. این تمایز اساسیش با کشتی نوه. کشتی نو کشتی میسازه برای طوفان، میگه مؤمنین سوار بشن. حالا من نمیدونم چجور تشخیص دادن زرافه مؤمنش چجوری از غیر مؤمنش چجوری از یا کرگدن بمانن. ولی در مورد انسان ها شاید به اصطلاح بشه تشخیص داد. خب پس بنابراین دو معیار شهروندان هست که یکی در شهر خرد شهروند به اصطلاح موقعیتی دیگه داره، و در شهر ایمان، یعنی ما دو شهر داریم، یعنی دو ایران شهر با اسلام شهر فرق میکنه. شهروندان ایران شهر میبایست خرد رو سر چشمه کار خودشون قرار بده، از بی خردی کم خردی به طرف خردگرایی حرکت کنه، و در به اصطلاح شهر اسلام مؤمنان فقط حق حقوق دارن، یعنی در شهر ایمان تنها مسلمان و شیعه و مؤمن و اینها به اصطلاح شهروند درجه یک محسوب میشن. شهروندی هم بازی همکاری و همگامی و همدردی افراد اجتماع رو فراسوی ایمانشون بر پایه خرد به اصطلاح تعیین میشه در شهر ایران یا ایران شهر یا شهر جمشیدی به عنوان نمونه اسطوره‌ای و آرمانیش. اسلام با کافر و مشرک و ملحد و مرتد اخلاق دیگری داره که این 40 سال هممون تجربه کردیم. با هم مذهبان خودش اخلاق دیگری داره. صده هاست که در اسلام معیار همدینی دیگه به اصطلاح اعتبار خودش از دست میده توی دنیای مدرن. فقط معیار هم مذهبی بودن از نظر اینا مهمه. 70 ان مذاهب اسلامی معیار همدینی رو به اصطلاح چیز کردن که از قدیم هم گفتن به اصطلاح حافظ بزرگوار ما 72 ملت عضو بنه چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. این یک معیار به اصطلاح که متمایز میکنه. ولی من جریاناتی که ایرانگرایی دارن حرکت میکنن، من الان راجع به ساختارها ساختار سیاسی حرف نمیزنم که حالا شاید بحثمون بگیره و رو اونم تمایز شاه قبل از اسلام تمایز شاه بعد از اسلام چیه. و امروز این سؤال از این طرفداران پادشاهی میکنم که معیار پادشاهی در قبل از اسلام چه بوده، بعد از اسلام چه شده، و اینا چی رو میگن. عناصر دیگه ای که روی این مسئله مکس میکنم، در هر صورت در فرهنگ ایران، وقتی میگم فرهنگ ایران به اعماق تاریخ میرم، از اندیشه سیمرغی رو میگیرم، اندیشه میترایی رو میگیرم، اندیشه زرتشتی رو میگیرم و تمام عناصر اسطوره‌ای و تاریخی رو ممزوج میکنم، بن مفاهیم رو، بن واژه ها رو، بن اندیشه ها رو استخراج میکنم که امروزیت داره و میتونه همه جا کاربرد داشته باشه. پس بنابراین در فرهنگ ایران بن خرد کیهانی هست و اساسش بر دیالوگه. اندیشیدن و همه پرسی هم گوهرن. بی همه پرسی نمیشه اندیشی و بی چنین اندیشی هم نمیشه جهان را آراست. برای اینکه قبل از اسلام حداقل در هخامنشی ها سیاست مدار رو میگفتن رامیار. رام خدای موسیقی ایران بوده. رامیاری یعنی سامانده، یعنی نظم موسیقیایی ایجاد کردن، نه اینکه با زور و قلدوری و قلتشنی به اصطلاح بیاید رو گرده مردم سوار بشیم. پس همه پرسی دیالوگ گوهر آفرینندگی کیهانی است در اندیشه ایرانی. ادیان سامی رو همشون جهان رو با امر خلق کردن، پس خالقی است و خالق بر پای قدرت استوار شده، درسته که خدای ایرانی و
بر پایه دانایی و خرد صحبت میکنه و همه پرسی و همدان هم نیست، پیشدان هم نیست. اونایی که میگن ما خدای قدرتیم پیشدان هم هستن، یعنی به همین روی جستجوگر ندارن، نمیتونم داشتم پیشدانی، من همه چی رو بدونم که دیگه ذات جستجوگری و همه پرسی و خرد و اینها پنهان میشه. پس بنابراین اینا از هم تفکیک ناپذیرن. در فرهنگ ایران بنیاد جهان خرد همه پرسه. پرسیدن تنها به معنای سوال کردن هم نیست، پرسیدن در فرهنگ ایران به معنای جستجو کردن، نگران حال دیگری بودن، پرستاری از جان دیگری کردن. پس خردش همه پرسه، خردیست که با خردهای دیگه در اجتماع حقیقت رو دنبال میکنه و تا جان رو به طور کلی بپرورانه و شاد زیستنه. و بسیاری الان مطالب زیادی رو میتونم به این زمینه تفاوت ها رو بگم، ولی من چیزی که نمیبینم تا شما تو طرفدار سامانه پادشاهی هستید و توی طرفدار شما تنها چیزی که نمیبینم مفقوده خرد هست، از نوشته هاشون، از اظهار نظرهاشون، حتی میهم پرستم نیستن خیلی هاشون، یعنی ترام پرستن اینا. الان من احساس میکنم ترام پرست شدن. یه نفر اومده، آقای محترمی اومده صحبت میکنه، میگه که آقا با ایرانی با زور حرف نزنید، با قلدری حرف نزنید، با فلان حرف نزنید. این کجاش همه بهش حمله میکنم، من تعجب میکنم، من برای من شگفت انگیزه. شما به نظر شما شما شاپرستی، چی میگن، ترام پرستی، ناتانیاهو پرستی، یا ایران پرستی. حالا پرستش من اصلا قبول ندارم، حالا در مورد ایران میتونم بگم ایران پرستی چیز بدی نیست، مملکت خودته، سرزمین خودته، مردمان خودتن، ولی پرستش نه، ایمان داشتن یا باور داشتن، ایمان هم کلمه خوبی نیست، باور داشتن به این ملت، به این سرزمین، به این تاریخ، به این چیزا. نظرتون رو میخواستم توی زمینه واقعا بپرسم. خیلی سپاسگزارم آقای رئیسی که بحث امروز رو اینگونه آغاز کردید. دو تا نکته اولیه رو من عرض بکنم خدمتتون. یکی مفهوم پرستش و یکی مفهوم نیایش که تفاوت داره در زبان فارسی و در دیدگاه ما ایرانگرایان که شما هم از همونها هستید، با اون کلماتی که بعضی از این آقایون و خانوم ها استفاده میکنن به عنوان عبودیت کردن، عبد بودن و اون واجبات مذهبی رو اجرا کردن. پرستیدن در زبان ایرانگرایان و مفهوم نگهداری کردن هست، از پرستاری میاد. وقتی شما ایران پرست هستید یعنی فردی هستید که از ایران ایرانی پرستاری میکنید، نگهداری میکنید، نه اینکه عابد باشید و عبد باشید و یعنی بنده باشید و از خودتون آزادی نداشته باشید و تمام اختیاراتتون در دست اون قدرت مافوق شما باشه. و در زبان ایرانگرایان نیایش به مفهوم صحبت کردن هست، نه اظهار بندگی کردن، همون گونه که در بسیاری از این نیایش ها که شما در زبان فارسی میبینید کاملا مفهومش با این دعا و نمازی که در مذاهب سامی شما میبینید فرق میکنه. در مذاهب سامی دائم اظهار بندگی هست، اسم اون رو به غلط ترجمه میکنن نیایش، در حالی که نیایش به مفهوم صحبت کردن هست نه به مفهوم اعلام بندگی کردن. این از اون ایران پرست بودن و نیایش با خدا که تفاوت داره با اون چیزی که مذاهب سامی استفاده میکنه. اما در مورد این فردی که شما فرمودید اجازه بدید من اسمشون رو بیارم، آقای اردشیر زاهدی. شما منو سالیان سالی میشناسید، ما با هم بارها صحبت‌های مختلف داشتیم، حتی قبل از آغاز این مسئله‌ای که الان واقعا هر کسی که می‌خواهد اسمش مطرح بشه میاد و یه توهینی که واقعا سزاوار خودش و خانواده‌شه
چون کسی که در خانوادهش یه همچین چیزی رو که بهش یاد داده باشن همون لیاقت صحبت کردن با خانواده خودش داده که اونجوری صحبت بکنه و به آقای اردشیر زاهدی این رو بیادبی میکنه، اینها نه مفهوم ایران پرستی رو میدونن چیه، نه مفهوم ایران دوستی رو میدونن چیه، نه زحمتی برای ساختن اون کشور کشیده، نه اینکه در خارج از کشور استقلال فکری و هویت ایرانی خودشون رو حفظ کردن. من از این آدم ها زیاد دیدم آقای رئیسی، که وقتی شما در خیابون میبینید ازش سوال میکنن شما کجایی هستی، آرش میاد که بگه من ایرانی هستم، حاضره بگه من مثلا افغانی هستم ولی نگه من ایرانی هستم. تا این حد کوچکترین زحمتی در اون مملکت برای ساخت و ساز در اون مملکت نکشیده. اصولا پایه های فکری و ساختار فکری بسیار فقیری داره. همگیشون هم توسط این بنگاه خبرپراکنی بی بی سی آگراندیسمان شدن، مطرح شدن و بعد هم اینا رو سوتشون کردن به امریکا. در امریکا هم اینا بلافاصله رفتن در نمیدونم این اندیشکده یا در اون اندیشکده یه شغل بهشون دادن که اینا یه محل درآمدی داشته باشن. و همینجا من ذکر بکنم در داخل امریکا و در داخل کانادا هر کدام از این اندیشکده های سیاسی رو که شما میبینید افرادی که در اونجا کار میکنن کارمندن، دانشمند نیستن. اینها کارمندن بر اساس دستوری که رئیسشون بهشون میده باید مقاله تنظیم بکنه و بر اساس نظارت اون سوپروایزرشون یعنی اون رئیس بالا سرشون اینها مقالاتشون رو باید جوری تنظیم بکنن که ازشون خواسته شده. بنابراین اینو من توصیه میکنم به جوانان داخل ایران خیلی متوجه باشن به این مسائل که وقتی میارن یک طرف رو معرفی میکنن نمیدونم در این اندیشکده نمیدونم چی امریکایی کار میکنه یا در اون اندیشکده نمیدونم انگلیسی کار میکنه، اینا کارمندن، اینا یه آدم مستقل صاحب فکر اندیشمند نیستن و اگر هم باشن در داخل اون چارچوب اون اندیشکده اینها سانسور باید بکنن خودشون رو و خود سانسوری انجام بدن. دقیقا این همونایی که در داخل این اندیشکده های داخل ایران برای جمهوری اسلامی می نویسن، اینا همه کارمندای این مراکز هستن، فرق میکنه با اندیشکده های مستقل. این افراد آمدن و این صحبت های واقعا بسیار سخیف، بسیار غیر ایران دوستانه نسبت به یه فردی انجام دادن که سر و پای وجود این فرد ایران پرستیه. خاطرتون هست جلسه قبل صحبت کردیم که آقا چرا ایران دوستان، چرا ایرانگرایان هیچ عکس العملی نشون نمیده، که بلا فاصله دفته چند روز ما شاهدش بودیم آقای اردشیر زاهدی عکس العمل نشون دادن. عکس العمل هم مثل بسیاری از این متاسفانه این دوستان جوان ما که از حول حلیم افتادن تو این کاسه و حالا هم دارن دست و پا میزنن اون تو، از طریق شبکه خبرپراکنی بی بی سی یا شبکه تجزیه طلبان صدای امریکا نیومد مسائلشو مطرح بکنه، دست کرد در جیبش رفت در روزنامه واشنگتن پست یک آگهی رو خریداری کرد و چاپ کرد مقاله شد. نیویورک تایمز واشنگتن پست هم در نیویورک تایمز به من گفتن چاپ شده و هم در واشنگتن پست. و معذرت میخوام اینجا یه سوالی بکنم، چون من گفتگویی که داشتم معتقدن اون چیزی که به فارسی ترجمه شده منطبق نیست بر اون اظهارات انگلیسی. این واقع شما که مسلط این کامل بر زبان انگلیسی این تطبیق رو صورت دادین یا نه؟ من ندیدم کسی این رو ترجمه فارسی کرده باشه به جز این برداشتای شخصی خودشون رو چیزی که خوندن، ولی اگر یه همچین مشکلی وجود داره من 100% با دوستان در پژوهشکده مطالعات ایران در کانادا یک ترجمه فارسی صحیح از این نامه آقای اردشیر زاهدی رو خواهیم گذاشت. واقعیت این هست که
ما چون همگی به زبان انگلیسی مسلط هستیم، وقتی که میخوانیم برداشت بسیار مشخص و درستی داریم. بسیاری از این دوستان ندارن این برداشت ها رو، یعنی زبان انگلیسی اینها در اون حدی هست که میرن و یه مثلا بطری شیر میخرن یا یه شونه تخم مرغ میخرن، بعد با اون فهم و دانش زبانشون میان و بعد میخوان که یک مقالاتی که واژه ها و ترم های سیاسی درش استفاده شده رو ترجمه بکنن. هرچند که من دیدم این متنی رو که آقای اردشیر زاهدی نوشتن بسیار سلیس و روان نوشتن، هیچ اشاره‌ای در اونجا به جمهوری اسلامی نیست و هیچ طرفداری از هیچ رژیمی در اونجا نیست. ایشون حتی در داخل این مقاله از رژیم پهلوی هم طرفداری نکنه. اینجا ایشون فقط دو تا مسئله رو مطرح کردن. یک، نخواست این که شطور در خواب بیند پنبه دانه. یعنی اگر شما امریکایی‌ها فکر کردید خواب میبینید برای آینده ایران که چه کار بکنید، این همون شطوریه که در خواب پنبه دانه میبینه. از این خبرها نیست. ایرانی یک فردیه که بسیار به فرهنگ خودش آشنایی داره و بسیار نسبت به اینکه بهش احترام گذاشته بشه و بهش زور گفته نشه اصرار داره و برای این مسئله حتی بها پرداخت میکنه، هزینه این کار رو ایرانی پرداخت میکنه. من یه سوال همینجا برام به وجود اومده، اونم این است که واقعا این فضای، چون اینا احساس کردم که آقای زاهدی فوش ناموسی به اینا داده که وای وای ناراحت شدن. چرا؟ که احساس کردم به اصطلاح میخواد آقای ترامپ و آقای بولتن و آقای پومپو رو به اصطلاح نگرانشون کنه از حمله به ایران یا از سیاست تغییر رژیم در ایران. شما که آشنا هستی، واقعا آقای ترامپ خواهانه، یعنی دولت آمریکا نه شخصش، خواهانه تغییر رژیم تو ایرانه؟ اصلا از ایران چی میخواد؟ این بازی ها برای چی هست؟ این که این همه به اصطلاح احساس کردن آقای اردشیر زاهدی برند شده جلوی این تغییر میخواد بگیره، یه همچون تصوری بگن نه اون آقای اومده توی یه چیز میگه آدم مهمی نیست. خب اگه آدم مهمی نیست که چرا اینقدر اهمیت میدین بهش دیگه؟ سخنش اثر نداره، تأثیری نداره، چرا اینقدر اهمیت بهش میدین؟ حتما یه اثری توی مجامع بین المللی داره، یه اثری تو داخل داره، یه اثری تو خارج داره که اگه مرکز ثقل شد صحبتش. حالا سوال منحرف نشیم، همون مطلب که واقعا آشنای شما از طریق در صورت بنابه دست اول سیاست مالی آمریکا، نه سیاست ابلاغی، پاراپاگان، تبلیغات، اینو ول کنیم. اونو که میخواد اعمال کنه از رژیم چی میخواد اصلا؟ حتما رئیسی، من اینو همین الان عرض میکنم خدمتتون. فقط یه نکته کوچیک من اینجا عرض بکنم و صحبت شما رو ادامه بدم، اونم این هست که هر ایرانی که یک هموطن ایرانی خودش رو جدای از اینی که چه عقیده و افکاری داره یا طرفدار چه رژیمی هست، ترجیح بده که پشت یه امریکایی بریسته، پشت یه انگلیسی بریسته، پشت یه فرانسوی بریسته و یا اینکه آینده این شخص ایرانی رو در دست اونا بذاره، این شخص نه ایرانگراست. به همین سادگی من دارم اینجا خدمتتون عرض می‌کنم، این شخص ایرانگرا نیست و این شخص اصلا علاقه‌ای به آینده ای ایران نداره. استقلال ایران از همه چیز مهمتر و بالاتره. این دقیقاً مسئله‌ایه که در سخنان شاهنشاه فقید هم شما این رو بارها شنیدید. کارخانه رو دوباره میشه ساخت، خانه ها رو دوباره میشه ساخت، جاده ها رو دوباره میشه ساخت، اما استقلال که از دست رفت دیگر آن استقلال را به دست نمیتوان آورد. این دقیقا این سخنان ایشونه و همین آقایون باید برند و این مسائلی رو که بعدا منتشر شده بخونه که این دولت دوستشون که بسیاری از این آقایون خیلی دوستدار این دولت هستن، این دولت اسرائیل حتی در اون زمان آمد و به شاه ایران پیشنهاد کرد که اگر اجازه بدید ما میتونیم بریم و آقای خمینی رو به صورت مخفیانه
به قتل برسونیم، ترورش بکنیم برای شما، که شاه بلا فاصله مخالفت میکنه و بهشون اصلا اجازه نمیده در برابرش همچین صحبتی بکنن. که بعدها به من اینگونه گفته شد از افرادی که در کنار شاهنشاه کار میکردن، به دو دلیل شاه این مخالفت کرد. نخست اینکه به هیچ عنوان به دلیل ایران پرستیش و ایرانگراییش حاضر نبود جان یک ایرانی به توسط یک دولت خارجی گرفته بشه. این نخست. جان و مال ایرانی در دست دولت ایران. دو، حتی اگر مخالفش بود. و دو، اینکه حاضر نبود که یک همچین بدهکاری پیدا بکنه به دولت اسرائیل که بعدها بعد ناگزیر از این باشه که بخواد بهای اون رو پرداخت بکنه به دولت اسرائیل و خودش رو بدهکار بدونه. این من همینجوری یه پرانتز باز کنم، اون دو داستان معروف رضا شاه هم همینجوری. رضا شاه این سفر خارج و تنها سفر خارجش ترکیه است. اونجا در صورت مراسم و رسم و شبانه هم دارن دیگه. پیشنهاد آوردن به اصطلاح خانم براش کرد. براش گفته شد آتاتورک. من توی محافل دیپلماتیک شاید رسم باشه، نمیدونم، یا قدیما رسم، گفتش که بیه دلیله من این کار رو به هیچ وجه نمی کنم. اونم این است که اگر شما تشریف برده ایران عمل متقابلی را از من می خواهید. من قرمساق نیستم، من دختر ایرانی دختر من. این شگفت انگیزه به اصطلاح. ولی ما متاسفانه الان شاهدش هستیم که دخترهای ما رو هم میفروشن، نه اینکه بخوام بگم امر داوطلبانه است، یعنی توی تنگناهای وحشتناکی قرار میدن به شیخ نشینا میفروشن. بگذار میفرمودی من دخالت کردم. استفاده میکنم. اتفاقا نکته خیلی خوبی بوده، نشان دهنده اینه که چه کسی واقعا به ایران و ایرانی علاقمند بود. عمل کرد نشون میده. کسی که همه بچه های ایران رو مثل بچه خودش بدونه و خودش رو حافظ اونها بدونه، اون شخص ایران و ایرانیه. و به هر صورت من به خوبی خاطرم هست که حالا اینو شما گفتید، من اینو باید بگم دیگه، اینو نمیتونم ازش گذر بکنم. یک شخصی در تورنتو کانادا در سال 2012 که بسیار از لحاظ فکری و ذهنی و ایدئولوژیک فقیر، از لحاظ شناخت سیاسی فقیر، آدم کف خیابونی، این خانم آمد و به عنوان اینی که من ایرانگرام و من چقدرم خودش رو سعی میکرد به شاهزاده به چسبونه و شاهزاده شاهزاده بکنه. متاسفانه اینها خیلی هم چاپلوس میشن، بادم جون دور قابچین میشن، چون غیر از اون چیز دیگری ندارن که ارائه بکنه. آمد و از من و یه آقای دیگری که و من رو هم نمیشناختیم، خانم چون اصلا در این کار نبود، بسیار فقیر بود از لحاظ سابقه سیاسی، سوال کرد که نظر شما در مورد این اصل نمیدونم در شورای ملی که فدرالیست هست و اینا، فکر کنم اصل 10 بود یا 11 اگه اشتباه نکنم الان، چی هست؟ و من دقیقا همون مسئله ای که شما در دو روز گذشته در اون جلسه که با آقای همایون دارید مطرح کردید، من این اون رو بهشون گفتم. گفتم این افرادی که شما الان اینجا اسپوردید، اینا دو دسته، جدایی طلب پررو و جدایی طلب خجالتی. که این خانم یهویی جا خورد و برافروخته شد و اینها، و بعد من ازش پرسیدم شما چرا همچین سوالی از من میکنید؟ ما میخواییم بدانیم که چه کسانی دوستان ما هستن، چه کسانی دوستان ما نیستن. گفتم من به شما میتونم به همین سادگی بگم که خانم محی‌الدین، بنده از جزو دوستان شما و امثال تو نیستم. دوستان تو همون نازیلا گلستان رضا پیرزاده هستن، برو به همونا بچسب و به هیچ عنوان دورور من پیدات نشه. این افراد هستن اینطوری آیه رئیسی، شاهزاده شاهزاده میکنن، ایران ایران میکنن، ولی کوچکترین فهم و دانش و علاقه نه به ایران دارن نه به ایرانی دارن. این مسئله من میفرمونم شما بفرمونم. اونجا که من استنباط میکنم از سیاست آمریکا این است که خواسته های مشخص از جمهوری اسلامی داره. یک به اصطلاح این چیز مربی و مستشار و امکانات تکنولوژی برای ساختن موشک رو به حوثی ها نده. این یکی از خواسته هاش.
موشک رو در مناطق هم مرز اسرائیل مستقر نکنه یا تهدیدی باشه. عمدتا روی چیزا دور میزنه و اینکه بخواد رژیم عوض کنه یا فلان اینها برنامهش نیست، چون هزینه بسیار سنگین و بالاست و ارتش آمریکا توانایی یک جنگ فرسایشی طولانی با 1,000,000 سرباز میخواد برای تصرف فیزیکی ایران، با توجه به گستردگی جمعیت، همسایگی با کانونهای قدرت بین المللی که حساسیت شدید دارن، کوهستانی بودن منطقه و الاخر. آیا غیر از این چیز دیگه هم میخواد از ایران یا نه؟ آقای رئیسی، من فکر میکنم که 3 یا 4 هفته قبل بود که من یک گزارش از یکی از اندیشکده های امریکایی که کارهای امنیتی رو انجام میده برای دولت امریکا خدمتتون عرض کردم، اون Strategic Studies Group، یعنی گروه مطالعات استراتژیک که امریکا یک گزارشی تهیه کرده بود و دقیقا در اون گزارش عنوان شده بود که حمله کردن به ایران نیاز نیست، 1-2 هزینه بسیار بالایی داره، 3 ما با شرایطی که جمهوری اسلامی داره فقط با استفاده کردن از نیروهای مخالف داخلی و خارجی و برقرار کردن تحریم‌های اقتصادی و بانکی سنگین میتونیم اینها رو وادار به پذیرفتن مذاکرات مجدد برای یک قرارداد جدید بکنیم. حالا این مسئله که اونها عنوان کردن، هفته گذشته یک فردی که اسم ایشون هست نورمن رو، آقای نورمن رو رئیس سابق دفتر ایران در دفتر اداره اطلاعات امریکا بوده. ایشون 30 سال آقای نورمن رو در امور مربوط به ایران کارهای تحقیقاتی انجام میداده و اتفاقا الان که ایشون بازنشسته شده یک مرکز مشاوره خصوصی تأسیس کرده و همچنان از ایشون برای مطالعه بر روی قراردادها و مذاکرات مربوط به ایران استفاده میکنه. آقای نورمن رو یک گزارش 2 صفحه‌ای برای کاخ سفید ارسال کردن که یک پیشنویس این 2 صفحه در اختیار بعضی از مراکز مطالعات تینک تنک در امریکا قرار گرفته و ما از طریق اون مبادلاتی که با این تینک تنک ها با پژوهشکده مطالعات ایران داریم در کانادا این رو در اختیار ما هم قرار دادن. ایشون بسیار واضح و روشن عنوان میکنه که ایران نخست درگیر یک درگیری موشکی هست، یعنی حوثی ها در یمن موشک های ایرانی رو به عربستان سعودی شلیک میکنن، هرچند به لحاظ نظامی این هیچ قابلیت برای تغییر وضعیت جنگی نداره ولی برای پی آر منظورشون تبلیغات رسانه‌ایه و جنگ تبلیغاتی بسیار موثره. و دو اینکه اینها ابوظبی رو هم، یعنی در ابوظبی در اون امارات متحده، دبی هست، ابوظبی هست، شارجه هست، اینا تهدید کردن که ابوظبی رو ما میزنیم اگر نیروی هوایی امارات متحده پروازهای تهاجمی بر روی نیروهای حوثی انجام بده. خب این به هر صورت عربستان سعودی و امارات متحده عربی از متحدین امریکا هستن، اینها قراردادهای امنیتی با یکدیگر دارن، امریکا موظفه که از اینا حمایت بکنه. و نکته خیلی مهمی که اینجا هست این است که بعد از اینکه آقای ترامپ اومدن سر کار، رسما به کشورهای خاورمیانه اعلام کردن که من برای تغییر وضعیت در منطقه خاورمیانه
دیگر نه یک سرباز امریکایی رو جونش رو فدا میکنم، یک قطره خون سرباز امریکایی در خاورمیانه نمیخواهم ریخته بشه و نه یک دلار بیشتر از پول امریکایی رو نمیخوام در خاورمیانه هزینه بشه. خودتون باید برید این هزینه ها رو انجام بدید. ولی به هر صورت اینها ناگزیر هستن که یه ترتیبی به این کشورهای عربی منطقه کمک بکنه. این خروج آقای ترامپ یا تمدید نکردن این مسئله برجام JCPOA که آقای ترامپ انجام دادن، ما فقط از دیدگاه اروپا و ایران دائم اینو من میبینم همه صحبت میکنه. من ندیدم هیچ کس در رسانه‌های ایرانی بیاد از دیدگاه کشورهای عربی منطقه این خروج امریکا از این برجام رو مورد بررسی قرار بده. 5 کشور عربی: مصر، عربستان، کویت، امارات متحده عربی و قطر از این خروج امریکا حمایت کامل کردن و بسیار هم راضی بودن و اینها خواستار این مسئله بودن. به چه دلیل؟ به این دلیل که در اون قراردادی که آقای اوباما با آخوندها بست، تنها مسئله ای که بر روش به توافق رسیده بودن مسئله اون اتمی ایران بود، ولی در مورد مسائل دیگر ایران هیچ صحبتی نشده بود. و اینها مثل همون چیزی که ما خواستار بودیم که مسائل حقوق بشر ایران هم مطرح بشه که آقای جان کری بنکل این رو بی‌اعتنایی بهش کرد، اینها هم از آقای اوباما خواسته بودن که این مسائل فعالیت‌های سپاه قدس و موشک فراکنی و تعلیم نیروهای شبه نظامی برای این دولت‌ها اینا رو هم متوقف بکنه. اونجا هم به همینا آقای اوباما بی‌اعتنایی کرده بود و برای همین بود که پادشاه عربستان به شدت از آقای اوباما بدش میومد. نه فقط اون، آقای اوباما در بین تمامی این کشورهای عربی بسیار منفور شده بود. الان در این گزارش دو صفحه که این آقای نورمن روی ارائه داده این گونه عنوان شده که نخست در مورد مسائل موشکی باید به دولت جمهوری اسلامی فشار بیارید که از ارسال موتورهای این موشک ها به این نیروهای شبه نظامی جلوگیری بکنه و خودداری بکنه، چون اینها میرن در اونجا میگن کارخونه موشک سازی زدیم. در واقع اینجا اینا یه عده‌ای تاسیساتی ایجاد کردن که بدنه موشک رو اینا تولید میکنن در اونجا که کار بسیار ساده ای، اصلشون موتور موشک، اینا موتور موشک رو قاچاق میکنن و میبرن در اونجا. خب این رو خواهان این هستن که این متوقف بشه. دو، درگیری های جنگ الکترونیک هست که الان بهش میگن سایبر وار، یکی بر روی کامپیوتر و اینترنت و اینها انجام میشه. شما حتما شنیدید در داخل اخبار که نمیدونم تلویزیون گمرک جنوب تهران هک شد، روش شورای ضد جمهوری اسلامی زده شد، در فرودگاه تبریز تلویزیون ها هک شده بود، شورای ضد جمهوری اسلامی زده شده بود. همین کارا رو جمهوری اسلامی در این داخل این کشورهای عربی داره انجام میده. این هم متوقف بشه، این درگیری دومه. بنابراین اون مسئله موشکی کنترل بشه، در اختیار این نیروهای غیر دولتی قرار نگیره و دلیل داره، چون اگه دولت ایران یه موشک به یه کشور به یه دولت دیگه شلیک بکنه، بلافاصله اون دولت میره در سازمان ملل و میگه طبق اون پروتکل 7 سازمان ملل به من حمله شده، جلوی این دولت رو بگیرید. ولی وقتی شبه نظامی شلیک بکنه جایی نمیتونه بره. این مسئله دوم سایبر وار هم متوقف بشه. و مسئله سوم آموزش نیروهای شبه نظامیه که الان شما اگه ببینید این دولت مردان امریکایی صحبت وقتی میکنن خیلی تاکید میکنن که ایران در منطقه خاورمیانه 100,000 شبه نظامی رو آموزش داده و مسلح میکنه، 100,000 نفر رو. خب این رقم کمی نیست و بسیار هم تهدید برانگیزه برای دولت‌های عربی. آقای نورمن روی در این دو صفحه پیشنهادش به کاخ سفید این بوده شما از جمهوری اسلامی بخواید این سه تا مسئله رو متوقف بکنه، یکی ارسال موتورهای موشک به این شبه نظامی ها، دیگه اینو چیزی ندارم بخوام پرتاب بکنه، دو، جنگ سایبریش با این کشورهای عربی، و سه، متوقف کردن آموزش شبه نظامی ها و مسلح کردن اینا. این سه تا چیزو جمهوری اسلامی بپذیره در اون مذاکرات مخفی، بعد ما میتونیم باهاشون کارو آغاز بکنیم که یه قرارداد جدید بنویسیم. ولی اگر این کارو انجام نده ما رو
سه تا مسئله باید اصرار بکنیم و توجه داشته باشیم. یک، تحریم‌های کمرشکن بانکی، و این بسیار بسیار برای مردم ایران خطرناک خواهد بود، یعنی واقعا مردم ایران رو به زیر خط فقر می‌برد. دو، مسئله تحریم‌های مبادله کالا و اقتصادی، یعنی وقتی اون کار بانکیشون که متوقف میشه هیچی، هیچ کس هم دیگه نتونه به اینها جنس بده یا جنس بفروشه، یعنی اون مبادله تهاتوری نفت میدادن و جنس میگرفتن، اون هم تحریم بکنن، غیرقانونی بکنن. و سه، تحریم نفت، هیچ کس حق نداشته باشه از ایران نفت بخره. شما حساب بکنید، بانک نتونه کار بکنه، مواد نتونه غذایی بیاره، نفت هم نتونه بفروشه، شما دیگه ببینید چه وضعیتی خواهد داشت در داخل ایران. با این سه تا مسئله که ایشون مطرح کرده، هیچ کدوم اینها به اون ماهیت جمهوری اسلامی صدمه ای نمیزنه. من از همین خواندن این دو تا صفحه متوجه شدم که اینها شرایط طوری برای جمهوری اسلامی آماده کردن که جمهوری اسلامی بتونه اینو بپذیره، یعنی عدم تعلیم نیروهای شبه نظامی و متوقف کردن جنگ سایبری و نفرستادن موشک یا موتورهای موشک صدمه به رژیم جمهوری اسلامی نمیزنه و اینها هم میخوان بمونن. اینا هم در هیچ کجا اینجا نمیگن جمهوری اسلامی باید بره. بنابراین جمهوری اسلامی در مذاکرات مخفیانه این سه تا چیز رو میپذیره، اونها هم اجازه میدن جمهوری اسلامی دوام داشته باشه. این اون سیاست اعمالیه که شما میفرمایید. سیاست تبلیغی اونیه که شما میبینید که یه سری از همین جوانان نابخرد که الان صف بسن از هم دیگه سبقت میگیرن به یه فردی مثل اردشیر زاهدی توهین بکنه که واقعا لایق خودشونه، خانواده های خودشونه، شدن بلنگوی اینها و این صحبت های واقعا سخیف را انجام میدن. های رئیس واقعا توهین میکنن، توهین بد میکنن، یا تحلیل میکنن، یا نقد میکنن آقای اردشیر زاهدی. چون حق نقد، حق برخورد نقد بادن، حق هر انسان است، ولی نقد اینا جوانی میکنن، فکر میکنن با توهین کردن به دیگران میتونن خودشون رو مطرح بکنن. محدودیت وقت داریم، ولی اینا در چه کدوم کاتگوری میگنجونی؟ چون دو نوع ما ناسیونالیست داریم، ناسیونالیسم رومانتیک و دیگری میهم پرستی دموکراتیک بهش میگن، میهم دوستی، میهم پرستی دموکراتیک. میهم پرستی دموکراتیک یعنی نیاز اجتماعی و روانشناختی به دفاع از خانه و کاشانه، میهم، فرهنگ، موجودیت اجتماعی، حاکمیت مستقل سیاسی و اقتصادی در برابر خوب دنیا. از بس باستان تجاوز و جنگ همیشه بوده، کسی به نیت اینا هم بستگی نداره. ناسیونالیسم دموکراتیک، رومانتیک، یه بینش کلگرایانه و اندامبار و ارگانیک در توری و گرایش شوونیستی، اگر نگیم نژاد پرستانه، استعداد داره. این طرفدارای ایرانگرایی را من اینجوری تقسیم میکنم، یه دستش رو شوونیستن، یعنی نژاد پرستن، اینا که با علائم فقط خودشون متمایز میکنن، یعنی اسم کوروش میارن، شلوغ میکنن، ولی هیچ بنیانی از تفکر هخامنشیان نمیدونن، هیچ بنیانی از تفکر زرتشت نمیدونن، هیچ چیزی از میترائیسم نخوندن و الاخر. در صورت میهن دوستی دموکراتیک دارای مفاهیم انتزاعی آرمانگرایانه است، برای خودش افق داره، اما در جوهر ماهیت خودش مفهومی باز و واقع گرایانه است، هم در تئوری هم در عمل. هدف عمده اون آزادسازیه، نه مطیع سازی. اینا میخوان بدبختی اینجاست که علای شما اسم بردی، طرف پول به خودش میده به که مطلب رو چاپ بکنه، این طرف میره از عربستان پول میگیره که به قول من حرفای عربستانه بزنه، از اسرائیل پول میگیره یا از آمریکا. این مدعی اون شده، برای من جالبه. این هم در تئوری و هم در عمل هدف عمده آزادسازی، نه مطیع سازی، آزاد کردن نه بند ساختن، ایجاد انرژی های سازنده است و نه رها کردن نیروهای مخربه. ناسیونالیسم دموکراتیک ما ناسیونالیسم دموکراتیک فرقش اینه. من وقتی که این بازی رو میبینم،
و این شلوغ بازی و سطحی نگری، اولین چیزی که به من میرسه آقا اینا استقلال فکر ندارن. یعنی اون بنیادی ترین چیزی که انسان بتونه تفاوتش با دیگری توضیح بده، وگرنه مستحیل میشه تو شخصیت اون. میده چیکار میکنه؟ شعار میده روح منی، بت شکنی، فلانی، افتخار میکنه که اصلا وجود نداره، اصلا وجود نداره، وجود خارجی نداره، همه چیش مستحیل میشه تو طرف. و این هم فقط توی حکومت نیست، اپوزیسیون هم پر از این پدیده هاست. نمیاد بر اساس اندیشه و تحلیل و فلان، استقلال فکری ندارن و در اینجا استقلال سازمانی هم پیدا نمی کنن بیچ بچ. وقتی انسان استقلال فکری نداشته باشه، اون دولتی هم که میخوان توی ذهنشون پیاده کنن استقلال نداره. یعنی اصلی ترین عنصر تشکیل دولت که همانا استقلال هست، با اون مفهوم امروزیش هم استقلال میگم، که بعضی از این آدم هایی که به سعای این دوره حرفا دیگه مال دوران گذشته است، الان دنیای کاسه شده، دنیا فلان شده، خود آمریکایی ها میدونن مستقلین در این دولت، چون دولت تهاجمی دولت آمریکاست، بقیه گارد گرفتن در مقابل همه دنیا. میگه خودشون میگن چینی هستن، چون قدرت اعمال فشار، اعمال نفوذ، اعمال فلان به این دولت در تصمیم گیریاش نداره. حالا اون بر اساس خرد و منفعت خودش نمیاد سیاست تقابلی با آمریکا بگیره، بلکه مصلحت و منافع کلی اونجا هم که سازش میکنه بر پای مصلحت ملیش، اونجا هم که عقب نشینی میکنه بر پای مصلحت، اونجا هم که حالت تهدید میگیره. شما فکر نمیکنید این دوستداران خیلی از این سامانه پادشاهی و ایرانگرایا همه تو بحث رومانتیسم موندن؟ آقای رئیسی، من اینو قبلا هم خدمت شما عرض کردم، من به عنوان یه ایرانگرا خدمت تمام دوستان عرض میکنم، سامانه پادشاهی در ایرانه، سامانه پادشاهی در داخل خاک ایرانه. ما چیزی به اسم سامانه پادشاهی در خارج از ایران نداریم اصولا. این افرادی هم که میان و این کارا رو میکنن مثل همون هستن که چهار دست پا تو جماران میرن بعبع میکنن. اینها هم اینجا چهار دست پا دارن میرن به سمت کاخ سفید بعبع میکنن. یه آدمی که میاد و نمیدونم رو توییت میذاره که ما در آینده دولتی که بگیریم اولین کاری که میکنیم خدمت سربازی رو تعطیل میکنیم، فقط 5 هفته بیاید آموزش ببینید، این منو به یاد مسعود رجبی میندازه. یعنی این بچه هم چیزی اصلا در خطورش رو این آقای مدعی ایران گرایی دستگاه هم نیست که اینو بشه چیز کرد. من فقط به جوانان داخل ایران عرض میکنم حواستون جمع باشه، قدرت ایران ناشی از قدرت شما جوانان ایرانه و قدرت شما جوانان ایران ناشی از یک پارچگی ملت ایران. جوانان ایران، تمام شما عزیزان رو به یزدان پاک ایران میسپارم و ایران رو به دست شما جوانان. سپاسگزارم جناب آقای یلدی، ولی خب امروز شاید از سپاسگزارم.